آداب برادر با برادران خود. از رحمت پروردگار به انسان این است که به او چند از برادران را الله تعالی نصیب گردانده است، و از شکر این نعمت به او لازم است که آداب را با برادرانش به خود لازم بداند، که این همه سیله رحم است. و در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: آنی که ایمان به الله تعالی و به روز قیامت دارد، پس پیوندی خیشاوندی را داشته باشد. حدیث با روایت امام بخاری. و برادر مسلمان برادر کلانیش را احترام بکند، همچنان که پدرش را احترام میکرد. همه کارهایش را از او مصلحت بپرسد، مادامی که سن و سالش از او کلان است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: البته بخش از بزرگ داشتن و تعظیم پروردگار اکرام و احترام شخص مسلمانی که کلان سال است. حدیث با روایت امام ابو داود. به برادر خردی رحم کرده به مثل فرزندشان به او مهربان باشند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: از ما نیست آنی که خردسالان ما را رحم نمی کند و کلان سالان ما را حرمت نمی کند. حدیث با روایت امام ترمیزی. برادر کلان باید در تربیه برادران خردش با پدر یاری بدهد و در ناتوان گشتن پدر نفقی برادرانش را به عهده بگیرد، مادامی که او قادر به آن است. و همچنان که در حدیث آمده است، در نفقه کردن از خانواده ات و کسانی که سرپرست آنها را به عهده داری شروع بکن، از مادرت، پدرت، خواهرت، برادرت، و سپس با ترتیب هر کس در خیشاوندی به تو نزدیکتر است. حدیث با روایت امام نسائی. برادر کلانی در تکرار درس و وظیفه خانگی دیگر برادرانش یاری بدهد، با آنها بحث و جدال نکند، زیرا با این سبب پدر و مادرش از او غمگین می شوند. برادران باید بدانند که دیگر فهمی بین برادران والدین آنها را خرسند می گرداند و پدر و مادر از آنها راضی می شوند. برادران بعد مرگ پدر و مادر سعی کوشش بکنند که حقوق یکدیگر را ادا نمایند. اگر آنها مرد باشند و یا زن، کلانسال باشند و یا خردسال، در تقسیم میراث حق هیچ کس را پایمال نکنند، زیرا خوردن حق آنها ظلم و قطع صله رحم است. الله سبحانه و تعالی فرمود: و مال میراث را بسیار میخورید و مال را بسیار دوست میدارید. سوره فجر آیه 19 و 20. و شما باید فرزندان برادران و فرزندان خواهرانتان را احترام بکنید، زیرا حرمت فرزندان آنها حرمت خود آنهاست. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: پسر خواهر یکی از آنهاست. یعنی در یاری دادن، نیکی کردن و با شفقت بودن. حدیث با روایت امام بخاری. برادران باید همیشه یکدیگر را در حالت خطا کردنشان ببخشند، و مثل یوسف علیه السلام که گفت: امروز سرزنش بر شما نیست، الله شما را بیامرزد و او مهربان ترین مهربانان است. سوره یوسف آیه 92. برادر در حق برادر خود دعاگو باشد، و مثل موسی علیه السلام که گفت: ای پروردگار من، مرا و برادر مرا بیامرز و مرا در بخشایش خود داخل کن، و تو بخشاینده ترین بخشایندگان هستی. سوره اعراف آیه 151. برادر برادر خود را دفاع بکند و بر او یاری بدهد. اگر برادرش ظالم باشد، پس او را از ظلم باز دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: برادرت ظالم باشد یا مظلوم، او را یاری بکن. شخص از صحابه ها پرسید که: ای رسول الله، اگر مظلوم باشد او را یاری میدهم، ولی اگر ظالم باشد پس چگونه یاری نمایم؟ فرمودند: یاری کردن او این است که او را از ظلم و ستم بازداری. حدیث با روایت امام بخاری.